تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن هستیم، هر آیه رو 5-6 دقیقه فشرده تفسیر میگیم. انشالله از اول قرآن که شروع کردیم، جزء 3 سوره آل عمران آیه 78 هستیم، با هم بشنویم. و این منهم لفریقا یلون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب و ما هو من الکتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فرمود بعضی از اهل کتاب افرادی هستند که زبون خودشون را به خواندن کتاب و دست نوشته های خودشون زبونشون رو میچرخونن که شما گمان کنید که اینا کتاب آسمانی میخونن، در حالی که اینا کتاب آسمانی نیست. جوری حرف میزنن که آدم فکر کنه که اینا دارن آیات الهی رو میخونن، ولی نوشتای خودشونه، سلیقه خودشونه. حالا مثل اینا که چایشو کمرنگه، تو چینی چای میریزن، تو استکان پیداست چای کمرنگ یا پررنگ، تو چینی آدم فکر کنه چای پررنگه، بعد وقتی تو نلبکی میریزن نه خیلی رنگی نداره. یا بعضی از مغازه ها نور پردازی دکونشون جوری که انسان جنس‌ها رو جور دیگه می‌بینه. حضرت آمد تو بازار بره، دید یکی تو سایه جنسش می‌فروشه. فرمود ببین اگر اون بره خیابون بشینه که آفتابه، ای به جنست معلوم میشه. تا تو تاریکی نشسته که جنست غش در معامله باشه، کلک بزنی و نفهمن. کلک فرهنگی. کلک فرهنگی. بعضی از اهل کتاب زبونشون جوری می‌چرخونن که اهل کتاب فکر میکردن، یهودی ها مسیحی ها فکر میکردن که این آیات الهیه، در حالی که آیات الهی نبود. الان هم تو اینترنت گاهی افرادی چیزها رو پخش میکنن که افرادی که ناشی هستن فکر میکنن مثلا این هم هموزن قرآن هستن، و حالی که اگر یک جمله از قرآن تو تمام دعاهای اماما باشه پیداست که این قرآنه، این دعا نیست. یعنی حتی سخنان خدا تو سخنان پیغمبر برجستگی داره، تا سرسته تو سخنانی که میبافن. خب اینا فکر میکنن که قرآنم مثل شعر شعراست که میتونن یه شعر رو بگیرن، بر وزنش بسازن، دستکاریش بکنن، کلماتش رو عوض کنن، آهنگش رو جوری قرار بدن که انسان قاطی کنه. خب حالا این آیه 78 سوره آل عمران چی میگه؟ میگه که گناه علما و دانشمندان بی تقوا چند برابره. یکی که میگه مردم را به اشتباه میاندازه، لتحسبوه من الکتاب. لتحسبوه من الکتاب یعنی اشتباه، مردم را به اشتباه انداختن، خودش یه گناهه. به خدا دروغ می‌بندن، چون میگن که یقولون هو من عند الله، میگن اینا حرفای خداست، اینم یه دروغه. به اشتباه انداختن مردم گناه، دروغ گفتن گناه. بعدم آخر آیه میگه و هم یعلمون، تمام این حرکت‌ها آگاهانه است. چون ببینید گاهی وقتا کسی نمیفهمه، مثل که مثلا داریم اسایتو که به جهلی، ممکنه کسی پاشو رو الله هم بذاره نفهمه، یه روزومه رو دون اندازه و این روزومه آیه قرآن توش بشه، خب نمیدونه، چون نمیدونه گناه نیست. اما اگر کسی بداند که این نامه پیغمبره مثل خسرو پرویز پاره کند، و هم یعلمون، این و هم یعلمونش گیر داره، یعنی گناه آگاهانه. خب حالا ای آیه چه درسایی به ما میده؟ آیه 78 از سوره آل عمران اول که میگه که و این منهم لفریقن یلبونن، بعضی از دانشمندان اهل کتاب این کارو میکنن. این خودش بعضی یعنی چه؟ درس اول یعنی در قضاوت ها انصاف داشته باشی. اگر یه بازاری کلا برداری که نگید بازاری ها، اگر یکی از یه استان سادی که نگید فلان استان مردمش سادن، مردمش نمیدونم چنینن. یه زن بد اخلاق شد
نگید آقا ازدواج نکن، زن بد اخلاقه، نه، این زن بد اخلاقه، این مرد بده، این بازاره، این طلبه. یعنی اگر یک مسئله پیش اومد، همه را در قضاوت ها به خاطر یه مسئله جزئی کلیات رو زیر سوال نبرید. و این منهم، این منهم یعنی در قضاوت ها انصاف داشته باشید. و این منهم لفریقن، این لام لفریق یعنی قطعا هستن. این پیداست که دانشمندان خائن در میان اهل کتاب قطعیه. اهل کتاب علمای خائن داشتن، چون میگه لفریقن، هر جو میگه لا یعنی قطعا، ان الانسان لا فی خس، ان الانسان لا یتقا، لا ظلومن، لام لا یعنی قطعا، و ان منهم لفریقا. پس علما و دانشمندان خائن در اهل کتاب بودن. عوام فریبی و لفاظی از گناهان دانشمندانه، چون میگه یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب، همچی زبونش میگردونن که تو خیال کن اینها اهل کتابه، از کتاب، ولی اینها از کتاب نیست. خب لتحسبوه من الکتاب، نطق خوب اگر در مسیر حق نباشه وسیله بر انحرافه. یلوون السنتهم، آدمای خوش سخن، حراف، پشت امنداز، اینها اگر این نطقشون در مسیر حق نباشه میتونن خوب ببافن و جوری ببافن که انسان امر بر انسان مشتبه بشه. التقادی که از حربه های زهرانگین فرهنگی دشمن است، لتحسبوه من الکتاب، یه تیکه قرآن میخونن یه تیکه قاطیش میزنن، این التقاته که سلیقه خودشون و الفاظ خودشون قاطی الفاظ وحی میکنن و این بزرگترین خطره، خطر فرهنگی است. بعد میگه که اول لتحسبوه، بعد میگه و یقولون هو من عند الله، اول شما رو به خیال وادار میکنه، بعد وقتی آمادگی داری حرفش هم میزنه. یعنی اول مزمزه میکنه، جوری حرفا رو قاطی میزنه که همی که دید لتحسبوه من الکتاب، همی که دید نه شما فکر میکنی که از کتابه، بعد میگه نه یقولون هو من عند الله، دیگه سفتش میکنه. یعنی اول شوخی میکنه، بعد شوخیشو جدی تلقی میکنه. اول لتحسبوه، بعد یقولون هو من عند الله. یعنی دشمن گام به گام، خطوات شیطان گام به گام میاد. اول دو پلو حرف میزنه، وقتی دید آمادگی داری وقتی خود بیشتر مثلا. و بزرگترین خیانت ها خیانت به فرهنگ و عقیده انسانه، که انسان تحریف آگاهانه و مغرضانه داشته باشه. خب خدایا تو به حق محمد و آل محمد خود ما و جوانهای ما را از همه رقم خطرات، به خصوص خطرات دانشمندان، خطرات ثقافی، خطرات تهاجمات فرهنگی، اینو همه اونو حفظ کن. گاهی یه فیلمی درست میکنن، خیلی فیلم آمدن قشنگ، فیلم تربیتی، مذهبی، اخلاقی، خانوادگی، اما تو این فیلم یه چیزی جاسازی میکنن، یه چیز جاسازی میکنن و تو اون جاسازی حرف خوش میزنن. زمان شاه که کمونیست‌ها فعالیت داشتن، مثلا میخواست جمع و تفریق یاد بده، میرفت در کلاس میگفت که در شمال تهران خانه ای داریم 10,000 متر، یک زن و شوهر هستن و یک سگ. در جنوب تهران خانه ای داریم 40 متر، 11 نفر توش هستن. به هر کسی خانه شمال چقدر میرسه، خانه جنوب چقدر میرسه، این به حساب تقسیم یاد میداد. 10,000 متر تقسیم بر 3، 40 متر تقسیم بر 11. بعد آخرش میگه بله اگر مکتب کمونیست حاکم بشه این اختلافات رو حل میکنه. یعنی اون یه نیش خودشو میزد. اینا رندبازی های فرهنگیه که لابلای کتاب ها بودست و هست و خواهد بود. بعد انسان، من یادم است که وقتی میخواستن تو کتاب مدرسه لام درس بدن، میگوزن لام کوچیک، لام بزرگ. بعد وقت عکس یه دختر میکشید، یه خانم بی حجاب عکس دخترش کشیده با کیف پول بی حجاب داره میره بازار، وقت لام بزرگ نه، سارا بازار رفت و با پول، لام بزرگه، و با پول لباس خرید. یعنی مصرف، یعنی پول، یعنی لباس، یعنی بی حجابی، یعنی زن تو خیابونا تاب بخوره، یعنی هم بی حجابی بود و هم مصرف بود و هم مد لباس داره میگن. عکسی که کتاب مدرسه بود، جمهوری اسلامی که شد وقت می‌خواستن لام درس بدن، لام بزرگ، لام کوچیک، مثال شد سلمان، لام کوچیک،
سلمان فارسی از یاران رسول، رسول الله بزرگ، رسول خدا بود. یعنی او کسی که رندی میخواد بکنه اگر کمونیست باشه از اون شاخه، اگر مسلمان باشه از این شاخه. اینه که ما باید همیشه یک مش آدمای بسیار عمیق، فعال، فرهنگی داشته باشیم که تو فیلم ها، تو شعر ها، تو ضرب المثل ها مواظب فرهنگ ما باشه. که ما یه مطلبی فکر می‌کنیم فیلم خوبیه، بعد معلوم شده عجب فیلم کجا رو زد، شعر خوبیه، شعر کجا رو زد. خدایا همه ما را از همه خطرات حفظ بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.